مجموعه کلیپ های گوسفند نباشیم رو که منتشر می کردم احساس می کردم کار درستی می کنم، تا اینکه یکی از دوستان یک پست برای من ارسال کرد که نظرم عوض شد. از رو براتون می خونمش، شما هم نظرتون رو بگید. زندانی بدون دیوار. بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکار ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار داد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره در اردوگاهی زندانی شده بودند که از همه استانداردهای بین‌المللی برخوردار بود. این زندان همه امکاناتی که باید یک زندان طبق قوانین بین المللی برای رفاه زندانیان داشته باشد را دارا بود. این زندان با تعریف متعارف تقریبا محصور هم نبود و حتی امکان فرار تا حدی وجود داشت. آب و غذا و امکانات به وفور یافت می شد. درون از هیچ یک از تکنیک‌های متداول شکنجه هم استفاده نمی شد، اما بیشترین آمار مرگ زندانیان در این اردوگاه گزارش شده. عجیب این که زندانیان به مرگ طبیعی می مردن. با اینکه حتی امکانات فرار وجود داشت، اما زندانیان فرار نمی کردن. بسیاری از اونها شب می خوابیدن و صبح دیگه بیدار نمی شدن. اونهایی که مونده بودن احترام درجات نظامی و میون خودشون و نسبت به هموطنان خودشون و مافوقای خودشون رعایت نمی کردن و در عوض عموماً با زندانبانهای خود طرح دوستی می ریختن. دلیل این رویداد سالها مورد مطالعه قرار گرفت و ویلیام مایر نتیجه تحقیقات خود را به این شهر منتشر کرد. در این اردوگاه فقط نامه‌هایی که حاوی خبرهای بد بود را به دست زندانیان می‌رسوندند و نامه‌های مثبت و امیدبخش را تحویل نمی‌دادند. هر روز از زندانیان می‌خواستند در مقابل جمع خاطره یکی از مواردی که به دوستان خودشون خیانت کردن یا میتونستن خدمتی بکنن و نکردن رو تعریف کنن. هر کسی که جاسوسی سایر زندانیان رو میکرد سیگار جایزه میگرفت، اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود و معلوم شده بود خلافی کرده هیچ نوع تنبیهی نمیشد. در این شرایط همه به جاسوسی برای دریافت جایزه عادت کرده بودن. تحقیقات نشون داد که این سه تکنیک در کنار هم سربازان رو به نقطه مرگ رسونده بود، چرا که با دریافت خبرهای منتخب و بعد امید رو از دست داده بودن. با جاسوسی عزت نفس زندانیان تخریب می شد و خود رو انسان پستی متصور می شدن. با تعریف خیانت ها اعتبار اونها نزد همگروهیاشون از بین می رفت و این هر سه برای پایان یافتن انگیزه زندگی و مرگ خاموش کافی بود. این سبک شکنجه، شکنجه خاموش نامیده میشه. نتیجه، اگر این روزها فقط خبرهای بد میشنویم، اگر هیچ کدام به فکر عزت نفسمون نیستیم و اگر همگی در فکر زدن پنبه همدیگه هستیم، به سندروم شکنجه خاموش مبتلا شدیم. این روزها همه خبرهای بد رو فقط به گوش ما میرسونن و ما هم استقبال میکنیم. دلار گرون شد، طلا گرون شد، کار نیست، مدرسه آتیش گرفت، دانش آموزان فلان شدن و الی آخر. این روزها هیچ کس به فکر عزت نفس ما نیست. شما چطور فکر میکنید؟ ما ایرانی ها هممون دزدیم، ما ایرانی ها همه کارهای اشتباه میکنیم، ما ایرانی ها هیچی نیستیم، ما ایرانی ها از زیر کار در میریم، ما هیچ پیشرفتی نمیکنیم و الاخر. توی همین محیط های مجازی چقدر با دلیل و بیدلیل به خودمون بد میگیم و لذت میبریم، به خودمون فحش میدیم و کیف میکنیم و میخندیم، اقوام مختلف ایرانی رو مسخره میکنیم و همه با هم کل ایران رو مسخره میکنیم. بزرگان علمی، هنری، ادبی، دینی کشور خودمون رو مورد خنده و تفریح و مسخره قرار میدیم و هیچ کس هم نباید فکر کنه که اینا همش نقشه است. این همون جنگ نرمه. این روزها همه در فکر زیراب زدن بقیه هستن. شما چطور؟ این روزها همه احساس میکنن در زندانی بدون دیوار دوران بیپایان محکومیت خود رو میگذرونن. شما چطور؟ این روزا همه شبیه زندانیان جنگ آمریکا و کره منتظر مرگ خاموش هستند.
شما چطور؟ پس بیاین از خوندن و شنیدن اخبار منفی فاصله بگیریم و تا میتونیم به خود اطرافیان خودمون امید بدیم. فکر کنم صحبت خیلی زیبایی بود. روشن شوید و روشن بمانید.